سلام، خوش اومدید. من احسان آبتوسی هستم. امروز چهارشنبه 31 اکتبر آخرین روز از ماهیه که به اطلاع رسانی درباره سرطان پستان اختصاص داده شده. اطلاع رسانی دقیق و گسترده درباره علائم سرطان پستان میتونه در پیشگیری و تشخیص به موقع بسیار موثر باشه. در این حال آگاهی رسانی درباره باعث میشه که فرد با شناخت تغییراتی که در وضعیت جسمی و روانیش ایجاد میشه برای پا گذاشتن در مسیر دشوار درمان آمادگی بیشتری هم پیدا کنه. مثلا اگر همین الان مطلع بشید که به سرطان پستان مبتلا هستید، واکنش اولیه شما چیه؟ میدونید که گام های اولیه‌ای که باید بردارید چیه دقیقاً؟ برای حفظ روحیتون چه کار میکنید؟ اینجا هشتگ شماست برای شنیدن تجربیات شما و مشاهداتتون در مورد سرطان پستان. از این راه ها منتظرتون هستیم. ایمیل بزنید، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر هم هست. از طریق تلفن هم که مثل همیشه صدای شما رو در بحث خواهیم داشت. در راستای اطلاع رسانی درباره سرطان پستان در ماه اکتبر ما هم یک برنامه رو با یک ویدیو آغاز می‌کنیم که سعی کرده اطلاعاتی رو جمع‌بندی بکنه درباره سرطان پستان. در طول برنامه البته اطلاعات زیادی دریافت خواهید کرد. بسیار خوب، اطلاعاتی رو در این ویدیو دیدید، اما تا بحث در این مورد داغه بذارید من هم یه سری اطلاعات دیگری اضافه بکنم. اینجا همونطور که تو این تصویر میبینید در واقع احتمال سرطان پستان در افرادی که بالای 55 سال هستن بیشتره. طبیعتاً هرچی سن بالاتر میره باید بیشتر زنان دقت بکنن و برای شناسایی علائم سرطان پستان دقیق‌تر هم باشن. 78% از کل موارد تشخیص داده شده در زنان بالای 55 سال بوده. بحث چاقی هم بحث بسیار مهمی هستش. کسانی که اضافه وزن دارن و از چاقی رنج میبرن بعد از 18 سالگی احتمال ابتلا به سرطان پستان در اونها افزایش پیدا می‌کنه. برای این گروه هم باید بیشتر مراقبت بکنن. در دنیا هم همونطور که می‌بینید این آمار رو داریم که از هر 8 زن یک نفر به سرطان پستان مبتلا میشه. در ایران متاسفانه این آمار حتی وخیمتر هم هست، در واقع از هر 4 نفر یک نفر به سرطان پستان مبتلا میشه. بحث‌های دیگر هم لحاظ آماری دارید میبینید، اما اهمیت تحرک کافی و ورزش رو هم پزشکان بسیار بهش اشاره میکنن که ریسک ابتلا به سرطان پستان رو پایین میاره. بنابراین در طول هفته اگر بتونید به نوعی ورزش و تحرک رو هم اضافه بکنید به برنامه‌های روزانه‌تون قطعا موثر هستش. بحث استعمال دخانیات هم حتما مثل خیلی از بیماری‌های دیگه میدونید که ریشه بسیاری از بیماری‌ها به حال دخانیات، مصرف دخانیات است. در مورد سرطان پستان هم این آماری که دارید میبینید در زنان سیگاری در واقع 12% بیشتر از زنان غیر سیگاری هست. بحث شیفت در واقع شبکاری رو هم مطرح میکنن معمولا پزشکان که میتونه ریشه ابتلا به سرطان‌های مختلف باشه از جمله سرطان پستان در زنان. هورمون درمانی اگر بعد از یائسگی در دوران حاملگی انجام داده کسی باید بیشتر مراقبت بکنه. زمینه خانوادگی هم لحاظ وراثتی احتمال ابتلا رو بیشتر میکنه، اگر مادر، خواهر، دختر، پدر، برادر، چون میدونیم در مردان هم سرطان پستان وجود داره، گرچه خیلی آمارش پایین‌تر است از زنان، ولی به هر حال به عنوان یک بیماری شناخته شده در مردان. بنابراین اگر هر کدوم از اعضای خانواده شما سرطان پستان داشتن، این 1.8 برابر احتمال ابتلا به سرطان رو در خود شما هم میتونه افزایش بده. قاعدگی زودرس اگر کسی داشته، یعنی اگر قبل از 12 سالگی قاعده شده، یا اینکه یائسگی دیر موقع بعد از 55 سالگی یائسه شده، این هم یکی از مواردی که میتونه به هر حال هشدار دهنده باشه و فرد باید بیشتر دقت بکنه. مصرف الکل همونطور که باز مثل سیگار میمونه، در واقع اگر مصرف الکلتون رو بتونید بیارید پایین، تا یه حد زیادی در واقع دارید احتمال ابتلا به سرطان پستان رو هم کم میکنید. بریم رو خطوط تلفن ببینیم که حالا دو نفر اول چه تجربه داشتن. مانلی در تهران با ماست، همکارانم میگن که ایشون خودشون همین الان دست و پنجه نرم میکنن با
بیماری سرطان پستان و بعدم با مریم از تهران صحبت میکنیم که او هم تجربه این بیماری رو داشته. مانیل بفهمید که الان همین سوال اصلی برنامه در واقع اگر کسی متوجه بشه که سرطان پستان داره اولین قدم هایی که باید برداری چیه؟ خود شما به عنوان یک شخصی که الان با این بیماری دارید دست پنجه نرم میکنید واکنش اولیتون چی بود و توصیهتون برای کسی که شاید توی موقعیت شما قرار بگیره امروز چی هستش؟ سلام به شما، خیلی ممنون که یه همچین برنامه در آخرین اطلاع رسانی سرطان پستان بالاخره ترتیب دادیم. من متشکرم ازت. میخوام بهتون بگم که اتفاق ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. این که چرا این اتفاق برای من میفته به خاطر لایف استایلمون مثلا توی کشورهای در حال توسعه این اتفاق برای هر خانومی میتونه رخ بده. روز اولی که متوجه شدم که همچین اتفاقی برای من افتاده خب طبیعتا دنیا روی سرم خراب شد و خیلی خبر ناگواری بود، ولی یه واقعیتی وجود داره. من میخوام بگم که اینایی که میگم شعار نیست، چون فرصت کوتاهه مجبورم اینجور کوتاه و موجز حرف بزنم. زندگی با سرطان پستان و هر سرطان دیگری ادامه داره. بیمار سرطانی لحظه اولی که متوجه میشه که یه همچین اتفاقی در بدنش رخ داده قطعا خودش رو میبازه. به بیمار سرطانی هیچ وقت نباید بگی قوی باش، تو میجنگی، تو چریکی، تو پیروز میشی، به خاطر اینکه بیمار سرطانی با یک ترس بسیار بزرگ دست و پنجه نرم میکنه و کسی جز یک بیمار سرطانی دیگه اون رو درک نخواهد کرد. بیمار سرطانی اتفاقی که براش میفته اینه که باید متوجه باشه که با بیماری سرطان میتونه به زندگیش ادامه بده، با این وضعیت میتونه به زندگیش ادامه بده. زندگی نابود نمیشه، فقط شکل زندگی لایف استایل تغییر میکنه و بیمار سرطانی نباید انتظار اضافه از خودش داشته باشه. یعنی نباید فکر کنه که اگر قبل از ابتلا به این بیماری ورزش های سنگین میکرده یا مثلا در روز 18 ساعت کار میکرده 14 ساعت 12 ساعت کار میکرده الان هم همون انتظار از خودش داشته باشه. قوی بودن به معنای مثل قبل از بیماری زندگی کردن نیست. شجاع بودن به نظر من یعنی قدرت پذیرش بیماری، شجاع بودن یعنی پذیرش اینکه ما آسیب پذیریم و این اتفاق برای هر کسی میتونه رخ بده. من میخوام اینجا کوتاه به یک رویکردی از روانشناسی اشاره کنم، یک روانشناس خیلی عزیزی هم مهمان برنامه شما، رویکرد EFT یا ایموشنال فوکس تراپی. به عزیزانی که به این مسئله مبتلا هستن خیلی میتونه کمک بکنه. من میخوام بگم که خیلی کارا میشه در زمینه اطلاع رسانی کرد. اشاره کرد به اطلاع رسانی. مانلی همین اطلاعاتی که الان شما دارید میدید قطعا بخشش رو به خاطر تجربه خودتون به دست آورید که قطعا خیلی گرانبهاست. مرسی که با ما دارید در میون میذارید. بخشش هم شاید همین کمپین هایی که در جریان بوده در ماه اکتبر، یکیش مثلا همین روبان صورتی هستش که الان تصویرش پشت سر ما هست، در بریتانیا به خصوص با این روبان خیلی شناخته میشه، احتمالاً جاهای دیگه دنیا هم هست. البته اینا چقدر در ایران وجود داره، چقدر به شخص خود شما اون اولی که فهمیدید به خصوص این بیماری رو دارید کمک کرد، حتی قبل از اینکه اصلا سرطان پستان در شما تشخیص داده بشه، آیا این کمپین ها موجب شده بود که بیشتر مراقب خودتون باشید، دنبال شناخت اون نشانه ها برید و اینکه هر از گاهی در واقع اون تست های لازم رو انجام بدید؟ موضوع اینجاست که خوشبختانه یکی دو سالی هستش که این اتفاقات بیشتر داره رخ میده و اطلاع رسانی ها خیلی بیشتر میشه. همین روبان صورتی و همایش هایی که گذاشته میشه برای اطلاع رسانی در مورد مخصوصا در مورد سرطان پستان که واقعا در ایران مثل یک سونامی داره عمل میکنه، نقش شبکه های اجتماعی خیلی مهمه برای مقابله با ترس از این بیماری که بسیاری زنان رو من میشناسم که دایرکت میزنن به من، با من حرف میزنن که میگن ما میترسیم بریم برای در حقیقت برای معاینه. این ترس ناشی از در واقع به خاطر انکاره و همه خانم ها باید ماهی یک بار خودشون رو چک بکنن، حتما چکاپاشون رو برن. اطلاع رسانی به شبکه های اجتماعی اصلا بی تاثیر نیست. من میخوام به دو تا هشتگ اشاره کنم تا وقت هست، هشتگ ما هشت زن و هشتگ جزیره یک نفره. این دو هشتگ در واقع ما هشت زن هستیم که دور هم جمع شدیم و یک کمپین رو انداختیم برای اطلاع رسانی در مورد بیماری سرطان پستان و در مورد هر کاری از دستمون بر بیاد به کسانی که مبتلا هستن، کسانی که سروایو کردن در واقع به ما دایرکت میزنن. ما ویدیو تهیه میکنیم و تمام سعیمون رو داریم میکنیم مخصوصا از طریق اینستاگرام و فیسبوک اطلاع رسانی بکنیم. من فکر میکنم که هیچ چیزی اثرگذارتر از شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی نیست و میخوام یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم.
بیمار سرطانی نیاز به همدلی داره، بیمار سرطانی نیاز به ترحم یا همدردی نداره. همدلی، همدلی و همدلی، فقط تنها چیزی که میتونه بیمار سرطانی رو به زندگی برگردونه همینه. خیلی کوتاه، چون واقعا وقت زیادی نداریم. وقتی میگید همدلی، دقیقاً یک مثال، یک نمونه اگه بخواید در رفتار، در کنش اطرافیان بیمار بگید چیه؟ همدلی خودش چجوری نشون میده در واقع؟ همدلی خودش اینطوری میتونه نشون بده که دوست من که مبتلا به سرطان نیست و وقتی اشکهای منو میبینه، درد کشیدن منو میبینه و به من زنگ میزنه، حال منو بپرسه، پای تلفن یا در کنار من روی تختی که دارم مثلا شیمی درمانی میشم، به من نگه الهی بمیرم برات، میفهمم چی میگی، چون اون هیچ وقت نمیفهمه. به جاش چی بگه؟ به جای اینکه ترحم بود بعد چی بگه؟ میتونه به جای این حرف بزنه که این حرف اینو بگه که من نمیفهمم که چقدر این ماجرا میتونه سخت باشه چون تجربهش نکردم، ولی قطعا میدونم که تو توانایی این رو داری که با این مسئله تعامل کنی. قرار به جنگ نیست، واقعا بدن یک بیمار سرطانی میدان نبرد نیست. جنگ خودش یک داستانی ایجاد میکنه برای بیمار سرطانی که در حقیقت نتونه ترسهاشو به اطرافیانش بده. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی که کوتاه به این نکته آخر اشاره کردید. مریم از تهران، شما هم ظاهرا همین تجربه رو داشتید، با این تفاوت که دوران بیماری سپری شده و خوشبختانه الان دیگه سرطان پستان رو در واقع رد کردید. یه مقداری از تجربه اولیتون اول بگید که وقتی خبر رو شنیدید چطور باش کنار اومدید. این تجربه های مانلی چقدر مشابه تجربه شما هستش؟ اگه من سلام میکنم به همه شما و همکارانتون که این برنامه رو تهیه دیدی در روز آخر اکتبر به خاطر ماه حمایت از سرطان پستان. اولا که خب این داستان من مربوط میشه به 8 سال پیش و من هیچ اطلاعی از سرطان پستان نداشتم و باورم نمیکردم که دچار این موزل میشم، در نتیجه شناختی هم ازش نداشتم. بعد از اینکه این داستان ایجاد شد، خب پذیرفتم من کلا میتونم کنار بیام با این مسئله، کنار اومدم، اما مرتب در صدد این بودم که اطلاعات خودم رو در این زمینه زیاد بکنم و همین که دوستمون گفتن این شبکه‌های اجتماعی خیلی میتونن موثر باشن در آگاهی رسانی. من اون موقع مثل این روزا نبود که اینقدر شبکه‌های اجتماعی باشه، از طریق اینترنت خودم رو آگاه میکردم. بعد متوجه شدم که دوستانی هستن که حمایت میکنن در سراسر دنیا. یک کمپینی تشکیل دادیم، سایتی رو درست کردیم. این سایت بعد از اینکه خودش رو قشنگ شکل داد، واگذار شد به مؤسسه خیریه حمایت از سرطان در تهران و متوجه شدم که بسیار افراد هستن که به عنوان حمایتگر میتونن باشن و در کنار این بیمارا باشن. با اینا آشنا شدم، گروه های حمایتی تشکیل دادیم. الان در حال حاضر خیلی خوشحالم، همونطور که دوستمون گفتن 2 سالی هست که خیلی این کمپینا زیاد شده، خیلی آگاهی رسانی زیاد شده، ولی همچنان تابوی لغت پستان وجود داره. خیلی سرطان سینه مثلا میگن که واقعا لازه پزشکی دقیق نیست، یعنی پستان با سینه طبعا خیلی فرق داره. اما یکم اگه میشه به اون تغییرات فیزیکی که در شما احیانا در این دوره رخ داد، در دوره که به خصوص شیمی درمانی اگر میشدید، و اینکه اون چطور رو روحیه شما داشت تاثیر منفی میذاشت، برای غلبه کردن بر اون چیکار کردید؟ مثلا اگه احیانا پستانتون رو برداشته بودید، آیا راههایی بود، کمکهایی در واقع میشد از طرف خود سیستم درمانی، نظام درمانی در ایران که بخواد اون مشکل در واقع یه جورایی کار بکنه؟ یا اگه احتیاج به صحبت با مشاور بود، آیا این جور حمایت‌ها در ایران وجود داره؟ شما خودتون شخصا چیکار کردید؟ الان خیلی بیشتر وجود داره. زمانی هم که من عمل مستکتومی انجام دادم، پستان چپم رو برداشتن، 8 دوره شیمی درمانی داشتم، گروه پزشکی من بسیار عالی بودم، خیلی گروه‌های پزشکی خوبی در ایران وجود دارن، تشخیص خیلی خوب و سریع هستش. خیلی مواقع باز این بستگی به خود شخص داره که چقدر آگاهی داشته باشه. من حتی مشاورات، خود دکتر من گروه مشاوری داشتن، مشاوران روان پزشکی داشتن، مددکارهای اجتماعی که در مرکزی که من رادیوتراپی ما انجام می دادم، اونجا مددکارهای اجتماعی می آمدن با بیمارا صحبت می کردن. این چیزا وجود داره، البته خیلی الان پیشرفته تر شده، اون زمان کمتر بودش. ولی من خیلی مایل هستم از گروه های حمایتی، خود بیمارا میتونن حمایت بکنن از هم دیگه. اگر من 8 سال پیش میدونستم که در فامیل من کسایی وجود دارن که این بیماری رو گرفتن،
و اطلاع می دادن، من مسلما دچار همچین ناراحتی نمی شدم. بدون هیچ آگاهی شیمی درمانی بکنم، بدون هیچ شناختی از داروهای شیمی درمانی، فقط کادر پزشکی من به من آگاهی ها رو می دادن و انقدر وارد و قهار بودن که من رو حمایت بکنن. بسیار خب، این در واقع همون اهمیت اطلاع رسانی رو پس نشون میده که اگر زودتر شاید خیلی از این اطلاعاتی که گفتید رو به دست بیاره بیمار، در انتخاب شیوه‌های درمان حتی و تاثیرات و تبعات که براش داره میتونه بهتر عمل بکنه. خیلی ممنون از شما مریم، ببخشید وقت کمی داریم، میدونم یه نکته نهاییتون شاید ناگفته مون. یکی از گروه‌های اجتماعی که معمولا در این کمپین‌های اطلاع رسانی درباره سرطان پستان مورد توجه هستن، سلبریتی‌ها هستن یا همون چهره‌های سرشناس، کسانی که خودشون در مرحله‌ای از زندگی احتمالاً دچار سرطان پستان بودن و میخوان در این مورد صحبت بکنن. چند نمونه رو خیلی گزارا بهش اشاره کنیم. آنجلینا جولی، بازیگر معروف سینما که میدونید او هم پستانش رو برداشته بود قبل از اینکه البته حتی مبتلا بشه، به خاطر اون تست های دی ان ای فهمیده بود که احتمال ابتلا در او زیاده، همین کارو کرده. میگه برای تصمیم بزرگی که گرفتم و به هیچ عنوان بر زنانگیم تأثیر منفی نگذاشته احساس قدرت میکنم. به حال بحث تصویری هست که فرد از خودش داره. اولیویا نیوتن، موزیسین و آهنگ ترانه‌سرا، گفته که سرطان پستان را بپذیرید و با آن کنار بیایید، اما هرگز میدان را خالی نکنید. مورد بعدی از کایلی مینوک است، خواننده مشهور، گفته یک بار ماموگرافی شدم و سرطان تشخیص داده نشد، دو هفته بعد خودم متوجه یک توده در پستانم شدم. این اهمیت این چکاپ های در واقع مستمر و پشت سر هم رو نشون میده. مگی اسمیت، او هم بازیگر سینما است، احتمالاً میشناسیدش، سر فیلم برداری هری پاتر و شاهزاده دورگه شیمی درمانی داشتم، موهایم ریخته بود اما مشکلی با کلاگیس نداشتم. بازم بحث تصویر فرد از خودش هست، کمکی که میتونه به بالا رفتن اعتماد به نفسش بکنه. و پیتر کریس، او هم نوازنده و موزیسین آمریکایی هست، گفته مردها هم سرطان پستان میگیرند، ما مردها به شما زنان نیاز داریم که کمک کنید زنده بمانیم. بحث سرطان پستان در مردان رو هم مطرح کردیم که به حال وجود داره. بریم پیش مهمان برنامه، دکتر سیروس عباسیان، روانپزشک. آقای عباسیان، اون مشکلاتی که این دو نفر در ابتدای برنامه گفتن به حال بخشی از مسائل روانی که فرد باش دست پنجه نرم میکنه رو نشون داد. شما چون که کارتون هم همین هست، به حال خیلی از بیماران شما هم با این بیماری سر و کار دارن، بفهمید که عمده مسائلی که بیماران شما دارن چیه و شما چه راهکارهایی رو معمولا بهشون پیشنهاد میکنید؟ البته من روانپزشک هستم و کاملا این دو تا خانم مریم و به خصوص خانم مانلی درست صحبت میکنن و واقعا ما نیازمند هستیم که مثل که این اشخاص البته تجربه خودشون صحبت کنن. خانم مانلی راجع به همدلی صحبت کرد که بسیار مهم هست، اون همراهی مهم هست، اون ادوایس خیلی مهم هست که از طریق سیستم مجازی که اون کسی که قدرت در پستانش میگیره که بگه چه کار بکنه. البته یه توضیح بدم، شما اول برنامه چند تا آمار گذاشتین و راجع به استرا و افسردگی چیز نگذاشتین. اون تفکر مثبت بسیار مهم هست اینجا و اون پژوهش نشون میده که کسایی که افسرده هستن، استراب دارن و تفکرشون منفی است، اونم احتمال افسردگیش میده. یعنی ممکنه نصف اشخاصی که این بیماری از سرطان پستان بگیرن یا افسرده بشن یا استراب، و به حدی که نتونن مراجعه کنن به روان پزشک، به یه متخصص، به یه جراح، و اون جلوی درمانی اینها رو میگیره. مثلا خیلی مهم هست که اون اشخاص مراجعه کنن به یه روانشناس یا روانپزشک و درمان بشن. خب حالا غیر از مراجعه به روانپزشک و روان درمانگر که بخواد در واقع رو بعد روانی ماجرا هم کار بکنه، خود خانواده چه ساپورتایی میتونن داشته باشن؟ در واقع یه اشاره باز شده بحث همدلی به جای ترحم. همدلی مهم هست. خانواده در واقع اگر بخوایم بگیم که اونها هم احتیاج به آموزش های دارن در اینکه چطور باید رفتار بکنن، این آموزش ها رو از کجا باید خانواده بگیره؟ این اطلاعات از کجا باید بگیره؟ کاری که خانم مانلی میکنه بسیار مهم هست که با خود بیمار، با خانواده صحبت کنه که بگه این خب سرطان یه بیماری آخر دنیا نیستش، خوب درمان میشه و پیش بینی بسیار خوب خواهد بود اگه این خوب و درست درمان بشه. و اون انگ خیلی خیلی زیاد هست و یکی از دلایلی که بیمار که درمان نمیشه ممکنه به خاطر اون استیگما و انگ باشه و بعد باش مبارزه بشه. بحث کودکان رو هم دیدم خیلی جالبش اشاره شده، یعنی فردی که خودش مبتلا به سرطان پستان هست، یه بخشی از نگرانیش اینه که من چطور بچه‌م مثلا این خبر رو اطلاع بدم، چطور در چه حدی باش بعد جزئیات رو در میون بذارم. شما پیشنهادتون چیه با بچه‌ها؟ بعد چقدر رک و صریح در این مورد حرف زد؟ آیا به سن و سال بچه ربط داره؟ به سن بچه ربط داره و اون دیتیلش لازم نباشه، که فقط اینکه خب مادر حالش خوب نیست، مامان داره میره بیمارستان، چند هفته بیمارستان، ولی خب خوب میشه، بهتر میشه. واسه اون توکل مثبت در خانواده بسیار مهم هستش.
و در نهایت خب به هر حال ممکنه که در روند عادی زندگی این فرد قطعا یعنی تغییرات زیادی رخ خواهد داد. اینو چطور میتونه با اعضای خانواده، یعنی اعضای خانواده بیشتر باید چیکار بکنن که اون فرد هم از اصل اکتیویتی ها و اون فعالیت های روزانش خیلی نیفته؟ کمک هایی که لازمه رو چطور باید بهش فراهم بکنن؟ اکثر اشخاص درمان میشن و این فقط وقت لازم داره و با آموزش درست این خانواده باید قبول کنن که آره این شخص درمان میشه، خب ممکنه دو سه تا عمل لازم داشته باشه، ولی بعد از چند مدت بگیم یک سال یا دو سال بر میگرده به اون نقطه اول که بوده. مثلا این واقعا آخر دنیا نیستش و الان بله. خیلی ممنون. مرسی دکتر سیروس عباسیان روانپزشک در این بحث ما رو همراهی کردن. چند تا نظر بخونیم تا اینجا اومدیم. پرناز نوشته که خودآزمایی شخصی به صورت ماهانه نقش مهمی در تشخیص زودهنگام دارد. برنامه ورزشی سبک مثل پیاده روی را فراموش نکنید. بهنام گفته که متأسفانه در جامعه ما این بیماری بسیار زیاده و علت آن هم دیر تشخیص دادن این بیماری است. یه توییت هم براتون بخونم از سامانتا که گفته که بفهمم سرطان رو دارم، عکس العملم بستگی داره، بدونم چه مرحله ای. اگر مراحل اولیه باشه تست و آزمایش تا رو انجام میدم، ولی اگر نیاز به شیمی درمانی داشته باشه احتمالاً دچار ترس و اضطراب زیادی میشم، ولی مطمئنم از پسش برمیام. تو ایران زندگی کنی کم کم تبدیل به انسان ضد گوله میشی. بریم روی خطوط تلفن ببینیم که این بار کیه با ما هستن. فرصت زیادی نداریم. اماد رو از تهران داریم، بعد هم از کابل با نسا صحبت میکنیم. اماد شما خودتون ظاهرا اینطور که من اینجا میبینم پزشک هستید، درسته؟ بفهمید که آیا تخصصی هم در زمینه سرطان به خصوص سرطان پستان دارید یا نه؟ در واقع پیشنهاد شما به افرادی که متوجه میشن این بیماری رو دارن در مرحله اولیه چیه؟ سلام احسا جان. سلام احسان. خدمتتون. من پزشک عمومی هستم و خب تخصصی در زمینه سرطان پستان ندارم، اما امروز هم دوباره سرچ کردم و سعی کردم اطلاعاتم رو بررسی کنم برای برنامه. آخرین گایدلاین ها دوباره در سال 2017 تغییراتی که کرده یک مقدار در واقع سهل‌تر گرفته انجمن زنان و مامایی آمریکا و در حال حاضر قربالگری سرطان پستان رو از 45 سالگی با ماموگرافی و به صورت سالانه توصیه کرده و از 55 سالگی به بعد به صورت هر دو سال تا 75 سالگی که خب متاسفانه تو جامعه ما خیلی کلن تو درمان همه سرطان ها که قربالگری برشون موجوده یه درست سوسی و تنبلیه، حالا یه درش اقتصادیه یه درش هم فرهنگیه. علاوه بر اقتصادی خب من مثلا الان نگاه می‌کردم مثلا هزینه یک ماموگرافی، من درست پوشش بیمه‌ای تو ایران به کسایی که شهر خوب نیست، اما کلا حتی با قیمت آزادش چیزی زیر 10 دلاره که جزء مثلا واقعا ارزان‌ترین ماموگرافی‌ها توی منطقه یا حتی دنیا میتونه باشه. واسه همین خیلی ما فرصت خوبی داریم که حداقل از این ارزان بودن خدمات پزشکی استفاده کنیم. این مراجعه نکردن برای تست سرطان پستان چقدرش به نظر شما اون تنبلیه که بهش اشاره کردید چقدرش به خاطر آگاهی نداشتنه؟ در واقع اگر افراد بدونن که خطراتش چیه، بدونن که اصلا کی در چه مرحله‌ای باید مراجعه بکنن، آیا ممکنه که بیشتر شاید مراجعه به پزشک باشیم در این مورد؟ این واقعا 50-50. یعنی من حتی خودم تو اقوام خودم، مادر خودم و که پزشک متخصص هم هست با اینکه آگاهی هم داره، ولی کلا وقتی بهش میگم بیا برو قربالگری یه تنبلی هست، ولی خب تو عموم جامعه قاعدتا ناآگاهی سهم بیشتری داره. ببین متاسفانه الان تو همین برنامه مثلا از آنجلینا جولی اسم برده میشه به عنوان خوبی کسی که حالا 2013 با اون در واقع برداشتن فستاناش به صورت پیشگیرانه اصلا یه موجی از کانسرن یا نگرانی رو تو مردم ایجاد تو آمریکا ایجاد کرد، ولی خب ما سال قبل در واقع به نوعی میشه گفت مهمترین شخصیت علمی تاریخمون رو با سرطان پستان از دست دادیم که حالا جزء اقوام ما هستش، مریم میرزاخانی. ولی تشعشعات مرگ مریم در ابعاد مرتبط با سرطان پستان اصلا شما تو فضای مجازی یا توی شبکه‌های مجازی اصلا دیده نشد و این همون تفاوت ما با جوامع پیشرفته است. یعنی ما فقط درگیر سطح داستان میشیم. یه پروفیلاکتیک مستکتومی آنجلینا جولی اثر میذاره، ولی مرگ مثلا مهمترین شخصیت علمی تاریخ ما خیلی اثری تو جامعه ما نداره. از این منظر کمتر بهش پرداخته شد به قول شما. بله خیلی ممنون. ببخشید فرصت کمی داریم به نسا از کابل و وضعیت در افغانستان لازم اطلاع رسانی هم بپرزیم. نسا شما بفهمید که چقدر در افغانستان رسانه ها در این مورد صحبت میکنن؟ آیا اون تابویی که گفته شد هولوش این قضیه در ایران مثلا هست، در افغانستان هم حدس میزنم که باشه به خاطر شرایط فرهنگی اجتماعی، از اون بگید مقداری؟ سلام به شما. توی افغانستان متاسفانه رسانه ها به شکل کلی نیومدن بررسی بکنن روی این مسئله، مگر یکی دو تا برنامه رو تحت پوشش قرار داده باشن، ولی خب آگاهی دهی از طریق رسانه ها نبوده.
و از طرف دیگه مسئولان زیاد روی موضوع بحث نمی کنن، یعنی همکاری جانبدارانه ندارن و این باعث میشه که برای ما توی جامعه خودمون یک کمی نگران کننده باشه. و به نظر من بیشترین تاثیر رو که روی قسمت آگاهی توی زنهای جامعه افغانی میذاره هم بعد تابوهای فرهنگیه. مثلا یه خانم افغانی اصلا خجالت میکشه از اینی که اسم پستان رو بیاره، سعی میکنه فرار کنه، میگه من جایی به هم بگین پستان بگین صدیه راحت ترم. چرا؟ چون مرد جامعه نمیفهمن، افراد دیگه زیاد سر در نمیارن و این نگرانیاش یه خود کمتر میکنه. خیلی ممنون از شما، مرسی. فرصت کمی داریم، به جای ما از تهران با فاطمه از لندن حرف میزنیم. مشاهده تجربه‌ای اگر دارید میشنویم. با سلام خدمت شما، من تجربه تلخی که دارم از دست دادن خواهر جوون 37 سالم بود که متاسفانه به خاطر سرطان سینه و بعد عمل و برداشتن و کلی شیمی درمانی نتونستن نگهش دارن و این تجربه تخ باعث شد که خانواده آگاه تر بشیم و چشامون بازتر بشه، مخصوصا دختراش که دختر جوون 30 خورده سالش پارسال به خاطر اینکه کیت توی سینش پیدا شد خودش درخواست کرد که دو تا سینه‌هاش رو تخلیه کنن و براش پروتز بذارن به خاطر اینکه اون اتفاق دوباره تکرار نشه. سن خواهرتون فاطمه خیلی کم بوده، 37 سال. آیا علتش این بود که در واقع مرگ او به خاطر سرطان پستان به خاطر این بود که دیر تشخیص داده شده بود؟ یعنی زودتر اگر به پزشک مراجعه میکرد خودش اگه زودتر میفهمید؟ خب اون موقعی که خواهرم فوت کرد اون موقع هنوز انقدر سیستم ماموگرافی و اینا تو ایران نبودش و تشخیص موقعی بودش که با دست تونست لمس کنه و متاسفانه لمف و زیر بغلش درگیر شده بود و بعد از تمام دوره شیمی درمانی نتونستن دیگه کاری براش بکنن و به خاطر اون موضوع دیگه همه خانواده به خاطر ریسکی که ممکنه فامیلی داشته باشیم هممون آگاه‌تر بیش از پیش آگاهانه پیگیر بودید. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از شما فاطمه، مرسی که به حال این تجربه رو گرچه تلخ بود ولی با ما در میون گذاشتید. بریم براتون چند تا از این صفحه نظر بخونیم. آخر برنامه است دیگه. امید نوشته که مادرم از 2.5 سال مبتلا شده، متاسفانه از قبل هیچ اطلاعاتی نداشتیم، کوچکترین اطلاع رسانی در این زمینه انجام نمیشه. یک کاربرم در اینستاگرام نوشته که 2 سال پیش به صورت خیلی اتفاقی متوجه توده شدم و بعد از بیوپسی گفتن که بدخیمه، حتما خانم های بالای 40 سال ماموگرافی را سالیانه انجام بدن. مهینم نوشته من مبتلا شدم، اولین لحظه که دکتر گفت شوکه شدم و کمی گریه کردم ولی بعد پیگیری کردم و الان که شیمی درمانی میکنم روحیم خیلی خوبه. سلیمانی گفته که اگه اطلاع رسانی بشه و مردم آگاه بشن عامل موثری در درمان به موقع خواهد بود. خیلی از مردم اصلا آگاهی در این زمینه ندارن. آخرین نظری که میخونم از اکرمه که نوشته 25 سال که درگیر این بیماریه، 4 بار عمل کردم، زود فهمیدم به بهبود بیماری کمک زیادی میکنه و با و میشه در واقع بیماری کنار اومد. فکر میکنم به پایین این بحث میرسیم. در توییتر اگر همچنان میخواید از تجربیات خودتون یا مشاهداتی که داشتید یا در مورد اطلاع رسانی در کشوری که در زندگی میکنید به ما بگید با شناسه @bbc شما با ما در تماس باشید. خوب و خوش باشید تا بعدم.